بار هستی اسم این اپیزود، یعنی اپیزود پنجم از فصل یک سریال در انتهای شب. ببینید، شما وقتی یه باری رو یا ور نمیدارید یا اگه ور میدارید اون مسئولیت رو قبول کردید، پس باید به نحو احسن انجامش بدید. مشکل این سریال هم دقیقاً همینه. یا باعث انتخاب اسم نمیکرد، انتخاب موضوع نمیکرد برای هر اپیزود، یا اگه کرد و اونم به شکل خیلی فوق‌العاده تو 4 اپیزود قبل، باعث همین وزن رو تا آخر سریال حفظ کنه دیگه. به طور خلاصه اینکه من با اسم این اپیزود حال نکردم و ارتباطش رو متوجه نشدم. حالا اگه شما شدین برام توضیح بدین. سلام دوستان، اینجا فیلمولوژی، من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم. اگه علاقه‌مند این محتوا این، سابسکرایب کانالیاتون نره، نوتیفیکیشن حتما بزنین تا از ویدئامون بی خبر نمونید. من از این سریال هر دفعه از موسیقی متنش لذت میبرم. فوق‌العاده است واقعا. بیاید یکم پلان به پلان بریم جلو، بررسیش کنیم موضوعاتی که پیش اومده و همین هین دربارش صحبت کنیم، درباره کیفیت و داستانش. مورد اول اسم اپیزود بود که توضیح دادم. من این قسمت خیلی درک نکردم چرا اسم این اپیزود بار هستی بود. شاید بشه ارتباط پیدا کرد بینشا، ولی ارتباط اونقدر قشنگ، فوق‌العاده و شاعرانه نبود که تو قسمت‌های قبل بود. چون میدونیم که لول این سریال یه طور دیگه است. داره زندگی واقعی رو نشون میده، کندی و یک نواختیشو در این حال، پستی بلندیهاش، موسیقی متن فوق‌العاده و ادیت سافت و آرومش، اینا همه کنار هم یه سریال فوق‌العاده شاعرانه ساخته که من اگه یادتون باشه اونو با پترسون مقایسه کردم، اینقدر ازش خوشم اومد. البته پترسون هم سینمایی موفقی نبوده، در کلا گفته بودم نظر شخصیمه که هم از اون و هم از این سریال خوشم اومده. بعد از آنچه گذشت و تیتراژ جمع جورش و اینها، میرسیم به جایی که سریال اپیزود قبلی تموم شده بود. یعنی این اپیزود از اونجای شروع میشه که بهنام درگیر چت همزمان با ماهی و سریا بود توی واتساپ. سریال تا اینجا توی این خیلی موفق بوده، اینکه آدما رو تو موقعیت‌های مختلف نشون بده، موقعیت‌های مختلف مخصوصا تو چت که طرف خود اون آدما رو نمیبینه، نشون بده چرا لحن‌ها و حتی خود حرف تغییر میکنه، چند بار پاک میشه دوباره نوشته میشه یه جمله و سین زدن‌ها، اینها رو خوب، خیلی خوب داره نشون میده کارگردان بهمون. من خیلی راضیم ازش. سناریو نویسی سریال برای هر موضوعی که داره عالیه. یعنی بازی اون بابای عالیه، بابای ماهی، و سناریویی هم که برای باباش نوشتن، اخلاقی که داره فوق‌العاده است. همزمان بهنام هم داره دو سه تا سناریو رو دنبال میکنه تو زندگیش دیگه. سناریو نویسی برای این هم عالی بوده. یکی از باگایی که اگه یادتون باشه از عفیه تهران گرفتم این بود که به چندین سناریو و ساید و زوایای مختلف یه داستان یا چندین داستان پرداخته بود از یه آدم، ولی توی بعضیاش موفق بود. این سریال داره تو همشون موفق عمل میکنه. ولی این همه تعریفشو کردم تا این چند دقیقه اول، یه ذره از نقاط ضعفش بگیم. اینجا که بهنام میشینه تو ماشین، وارد درامای اصلی سریال میشیم که هی داریم تو آنچه خواهید دیدها میبینیمش. درامای بهنام و سریا که پیش بینیش کرده بودیم، قابل پیش بینی بود. بابا بس دیگه، خسته کننده شده. از اپیزود قبل تا این اپیزود سریال ریتم کندش داره اذیت میکنه. در حد یه سینمایی 90 دقیقه‌ای اوکی بوده، ولی الان دیگه چندین اپیزود این ریتم کند و یک نواخ ادامه دار شده. یه ذره کوتاهش کنن. این عشق تینیجری که خود بهنام هم بهش اشاره کرد دیگه داره اذیت کننده میشه کمی. ولی خب همین هنگ که بهنام میشینه تو ماشین سریا و میرن و یه سری دیالوگا و دوباره برمیگردن و این وسط ماهی زنگ میزنه، یه اتفاق مهم میفته. ما یه آقایی رو میبینیم که داره نگاه میکنه ماشین سریا رو که داره میره با بهنام. نمیدونیم اون آقای کیه. همزمان تو ماشین سریا به این اشاره میکنه که من سادم، همونطوری که عاشق پسرعموی لاتم شدم، دارم عاشق تو میشم، و یه شات اوتی به ما میده دیگه، یه نشونه ای به ما میده که آقا ممکنه پسرعموی لاتش باشه، ممکنه شوهر سابقش باشه که داره تعقیبش میکنه. از اونورم بهنام وقتی داره برمیگرده، از ماشین پیاده میشه برمیگرده، اون کسی که به جاش اشتباهی سوار اتوبوس اطلاعات شده بود و میبینه، بچهای اطلاعاتو میبینه که نگاش میکنن و نمیدونیم الان دارن از بچهای بالا بررسیش میکنن زیر نظره یا اون شوهر سابق سریاه. این مسئله مهمی که تو قسمت قبل باید ببینیم کدومه. اگه هم بخوام بچهای بالا باشن، دو حالت داره، یا اون وزیر است که با بهنام در ارتباط
ارتباطه و میخواد بهش پست های بهتر بده و گفته زندگی تو جمع جور کن، یا همون بچهای اطلاعاتی ان که بهش مشکوکن و اشتباهی سوار اتوبوس شد و تخلیه اطلاعاتیش کردن. یه جوری حرف زدم انگاری سریال سیاسیه. نه قطعا سیاسی نیست، فقط نیاز بود این حرفا رو بزنم. از طرفی هم سریال تو خیلی چیزا خوب بوده دیگه، همینجا بحث بین ثریا و بهنام اپیزود قبلم این دیالوگ های اون بحثا رو داشتیم، خیلی قشنگ کیده شده، سناریو قشنگ، دیالوگ قشنگ، لحن و اکت بازیگرا هم قشنگ کیده شده. یعنی اون نگاهی که بهنام و ماهی اون شب داشتن به ثریا، همزمان با اینکه ثریا واقعا یه آدم متوسط رو به پایین و از طبقه پایینیه و ساده است واقعا تا حدی، البته همین ثریا با این اتفاقاتی که پیش افتاده من پیش بینی میکنم و شرط میبندم که یه آتیشی میدونه تو قسمت های بعد که اون سرش ناپیدا، ولی الان توی لول ساده یه دیگه، یه آدم ساده است که داره با یه آدم هنرمند روبرو میشه و اکتاشون خیلی جالبه. مثلا حتی تفاوت کلماتشون، برای کلمه جوون بهنام از تینیجر استفاده میکنه، لغاتی رو توی دایره لغات بهنام میبینیم که اصلا تو دایره لغات ثریا نمیبینیم، همزمان سادگی و یه لهجه ریزی توی حرفای ثریا میبینیم که توی بهنام نمیبینیم. این مشکلی نداره، این بحث ریسیستی یا نژاد پرستی اینا نیست، این واقعیت زندگی دیگه، آدم‌ها تو موقعیت‌های مختلف به شکل و طرق مختلفی پرورش پیدا میکنن، لحنشون یه جور میشه، صحبت‌ها و دایره لغاتشون یه جور میشه، این چیزی که هست و به تصویر کشیده شده. این دوراهی بهنام از اون چیزاییه که تو سینمای ایران و سریال ایران خیلی کم دیدیم. ما دوراهی برای خانم‌ها زیاد دیدیم تو جهان که چی، تو ایران هم زیاد دیدیم تو سریال و سینما ایران. دوراهی برای آقایون چیزی که خیلی کم بهش پرداخته شده، این دو دل بودنش، اینکه درجا ماروخ زنگ میزنه، ماهی بهش زنگ میزنه، از اون ورم ثریا هستش، این دو دلیا، اینکه همزمان که جدا شدن و رسما جدا شدن دیگه، نباید کانکت عاطفی بینشون باشه، درجا میگرفتم خونه رضا بزرگمهر، قیافه بهنام در هم میشه، کنجکاو میشه، این از نکات ریز یک زندگی مشترکه که هر کسی نه میتونه نه جرأتشو داره اینها رو فیلم نامه کنه و بعد به تصویر بکشه. واقعا به خاطر همینه که من این سریال رو دوست دارم. خالی از لطف نیست که دوباره یادآوری کنم، ادیتش هم خیلی دوست دارم، ادیتش باب میل منه، ادیت ساده با یه اصلاح رنگ سافت، با اصلاح رنگ معمولی، یعنی خیلی هارد و هارش نبوده رنگا، درسته دیگه، بجا و درسته، وقت زیادی شاید واسهش گذاشته نشده واسه یه همچین ادیتی، ولی فرم رو توی این ادیت ساده درست درآوردن، توی ادیت کم خرج و کم هزینه. بازم میگم من از اون آدمایی نیستم که پاز بزنم سوتی بگیرم ببینم کجا پرده سبز یا LED که بعد مثلا بعد ادیت زدم بعد ماسک کردن، نه خیلی به اونا دقت نمی کنم، از حوصله جمعم خارجه، اگه گذری ببینم دیگه خیلی ضایع باشه، جایی مشکل داشته باشه یا مثلا لیپسینگ و لبخونی و اینا مشکل داشته باشه میگم، ولی دنبال سوتی نیستم تو سریال، چون پیش میاد بالاخره شما نولان هم باشی توی اکران VIP تیو سوتی پیدا میکنن، حالا بعدا تو تدوین درست میکنیش، از این چیزا هست، دنبال این حواشی به درد نخور آدم نباشه بهتره. و آخرای سریال هم همونطور که گفتم قرار رایان رو بیشتر ببینیم، بازی رایان سرلک رو داشتیم توی کاراکتر دارا، بحثش با باباش و دیالوگایی که میگن، یا مثلا اشاره میکنه به امتحان آنلاین، امتحان آنلاین چیزی که هنوز آنلاک نشده، هنوز به تصویر کشیده نشده توی فرهنگ ما، توی سینما و سریالامون، یعنی بعد از کرونا ما یه موج جدیدی داشتیم توی همه‌گیر شدن اینترنت دیگه، مجبور بودن همه ازش استفاده کنن و این باعث شد خیلیا که گارد داشتن یا آشنا نشدن باهاش هم از اینترنت استفاده کردن، حتی جاهای رسمی. خب تو این سریال به این چیزا پرداخته شده، نه به صورت زایع، به صورت کلیشه‌ای بیان اون موضوع رو مطرح کنن، بخشی از زندگی یک آدمه که همین بخش کوچیک از زندگی خیلی مهمه و تو خیلی از سریالا بهش پرداخته نمیشه و کارگردان یادش میره این سریال من تو این سال ساخته شده، باید اینها هم باشه تو جزئیات زندگی. ولی آیدا پناهنده و همسرشون خیلی خوب به این مسائل پرداختن، خیلی خوب و دقیق، که نه خیلی تو چشمه نه خارج از گود. اصل مسئله دارا بود که تو کمد قایم میشه باباشو بترسونه، باباش هم فکر میکنه گم شده و اون آقایی ناشناس که تعقیب میکرد ثریا رو میبینیم میره خونهشون و دارا رو میبینه. حالا باید منتظر یه اتفاق باشیم، یه اتفاقی که شاید خیلی بزرگ نباشه، همین که یه ناشناس اومده تو خونه و رفته، و یا شاید یه اتفاق فراتر از این، من اطلاعی ندارم و حدسی نمیتونم بزنم، اما شما اگه حدسی دارین یا چیزی از چشم من از فکر من جامون حتما برام کامنت بذارید. در کل اینکه سریال خوبیه ولی یکم خسته کننده و یک نواخ شده و توی این دیالوگ ها و یا سکانس های طولانی خسته کننده مسائل روانشناختی
عمیقی داریم ها، خیلی قشنگن، خیلی خوبن، ولی باید اینو رعایت کنیم که مخاطب خسته نشه دیگه، باید حواسمون به ریتممون هم باشه. امیدوارم که تو قسمت‌های بعد بهتر بشه و حتما منتظر اپیزودهای بعدیش بمونید، به محض اومدنش براتون ویدیو میگیریم دربارش، حتما به چنلمون هم یه سر بزنید، درباره سریال‌های دیگه صحبت کردیم. اگه خوشتون اومد سابسکرایب یادتون نره، نوتیف رو روشن کنید، لایک این ویدیو هم اگه خوشتون اومد یادت نره. خیلی ممنون، تا ویدیوهای بعدی فعلا.